سرخط خبرها. رد طرح برنامه دسترخوان ملی از سوی ولسی جرگه. اعضای این مجلس تطبیق این برنامه را زمینه ساز فساد می دانند. ای پولا با دسترخوان ملی میتین یا رد میکنین؟ رد. انتقاد ارگ ریاست جمهوری از افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری میگوید که افزایش حملات خلاف توافقنامه آمریکا با گروه طالبان است. روایت طالبان هنوز خشونت است، ادبیاتشان خشونت است، عملکردشان خشونت است و این باید تغییر کنند. و ثبت بیش از 100 رویداد مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور. وزارت صحت عامه سیر سعودی این ویروس در برخی از ولایت ها ابراز نگرانی می کند. چې په دې درې سوه درې دېرش معایناتو کې 112 واقعې مثبتې ثبت شوي دي. سلام به خبرهای این ساعت از نگاه، خوش آمدید. ولسی جرگه طرح برنامه توزیع کمک به نیازمندان تحت نام دسترخوان ملی را رد کرد. اعضای این مجلس افتتاح این برنامه را بدون تایید ولسی جرگه غیر قانونی و زمینه ساز فساد می دانند. آنان می گویند که حکومت بدون تایید ولسی جرگه صلاحیت تغییر در بودجه را ندارد و می خواهد به بهانه های گوناگون از بودجه ملی سرقت کند. وزارت مالیه اما می گوید که بودجه این برنامه از منابع غیر اختیاری تمویل می شود و صلاحیت آن را تمویل کنندگان آن دارد. ولسی جرگه در پیوند به نگرانی ها از حیف و مایل شدن بودجه ملی و کمک های خارجی تحت نام های گوناگون که در نواخر برنامه جدید زیر عنوان دسترخوان ملی از سوی ارگ ریاست جمهوری افتتاح شد، نشست فوق‌العاده برگزار کرد. این مجلس در نشست امروز سرپرست وزارت مالیه را برای ارائه وضاحت در این مورد فرا خوانده بود، اما نامزد وزیر وزارت مالیه بنابر دلایل در این نشست حضور نیافت و معین این وزارت با اعضای ولسی جرگه در مورد برنامه دسترخوان ملی معلومات داد. معین وزارت مالیه با اشاره بر خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر توزیع کمک به نیازمندان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که بودجه برنامه دسترخوان ملی از منابع غیر اختیاری تعیین می‌شود و مطابق به اصولنامه بودجه صلاحیت آن به تمویل کنندگان تعلق دارد. د دې صلاحیت د تمویل کوونکو سره ده، یعنی په دې کې د بانک جهاني سره ده چې دوی کموالی زیاتوالی په کې راولي. وزارت مالیه مکلف ده چې کله دا برنامه یا هغه پروګرام د بانک جهاني یا د نورو تمویل کوونکو سره په تفاهم ورسېده، نو په اوو ورځو کې مونږ د ملت کور ته یا پارلمان ته باید خبر ورکو رسما. اعضای کمیسیون امور مالی و سایر وکلای مردم در مجلس هم میگویند که با موجودیت قانون اساسی اصولنامه بودجه قابل تطبیق نیست و حکومت این بودجه را به گونه غیر قانونی به بهانه توزیع کمک تعیین کرده است. آنان با انتقاد تند از رئیس جمهور غنی میگویند که افتتاح برنامه دسترخوان ملی سرقت دیگر است که از بودجه ملی و کمک های اختصاص داده شده به کرونا صورت میگیرد و با گذشت چند روز بودجه این برنامه از 244 میلیون دلار به 280 میلیون دلار رسیده است. فرمان رئیس جمهور به ارتباط دسترخوان ملی یک چور دیگر است. 800 میلیون در کابل به ارتباط نان دزدی شد. بالفعل معاش معلمین و بخشای دیگه داده نشده. و آنانی که قباله‌های مملکتن هر روز در سنگرها جان میدن، شهیدن، معلولن و اولاد شهدا هستند، نیمی از معاششان حواله شده. 60,000 معاش دارن، 30,000 معاش حواله شده. با این همه مصیبت ها
244 میلیون به عنوان دسترخان ملی یک واجعه هست. ماده 91 قانون اساسی میگه که هر نوع خرج تحت عنوان هر پروژه ایجابی را میکنه که ولسی جرگه افغانستان او را تصویب کنه. در اینجا قانون اساسی ارجحیت داره یا اصولنامه بودجه؟ در اینجا خوب واضح است وقتی که این پروژه را که حکومت گرفته اگر غیر اختیاری است، چرا دونر خودش تطبیق نمیکنه؟ وقتی حکومت تطبیق میکنه، همکارای عزیز بسیار متوجه باشین که خطوط سرخ شما را هر روز میشکنن، صلاحیت های ولسی جرگه را هر روز از شما میگیرن. نه گفتن که این بودجه غیر اختیاری است. غیر اختیاریم در سند ما شما آمده. از همین پول، پلچک، سرک، بند از همین چیزا کم شده. پروژه وکیل صاحب که به ولایت خود گرفته هم کم شده و از دیگه پیسه هم کم شده، از همین کم کده به اونجا داده. این رقم اختیاری نیست که مطلق دست دونر است و دونر خودش مصرف میکنه. اون رقم پول نیست که وضاحت بر شما بدیم از همین سند کم شده. از همین سند بودجه سال 1399 که ما شما تصویب کرده بودیم تا میتالر و از همون کم شده. یعنی مطلق خلاف است، خلاف قانون است. نمیکرد وکلای مردم در مجلس همچنان با اشاره بر چالش های موجود در کشور می افزایند که هم اکنون شماری از مناطق کشور در کنترل گروه طالبان است و در برخی مناطق دیگر نیز زورمندان نفوذ دارند و تطبیق سراسری این برنامه ناممکن می باشد. آنان می افزایند که حکومت به بهانه های گوناگون می خواهد از بودجه ملی و کمک های صورت گرفته به دلیل شیوع ویروس کرونا حیف و میل کند. زیرا به گفته آنان هم اکنون نیروهای امنیتی کشور به دلیل نبود تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته همه روز قربانی می‌دهند و حکومت به جای اندیشیدن به فساد باید آنان را تجهیز کند. کمیسیون امور مالی این مجلس نیز با نشر گزارشش در مورد برنامه دسترخان ملی از سایر اعضای آن می‌خواهد که این برنامه را رد کنند. ای تعدیل که در بودجه میاره که دسترخان ملی میته یا در واحد عملیاتی میته یا به شرکت ملی میته، حکومت ای کار اطمان میکنه. یعنی همه گی شما و شما شاید باشین حکومت ای کار میکنه، ولو که امروز ما و شما ای را رد میکنیم خلاص کنیم. یک جمله را اینجا میگون، هر وزیر مالیایی که به واحد عملیاتی یا به شرکت ملی یا به دسترخان ملی بودجه میدهد، برای او ولسی جرگه من حیث عضو کابینه رای داده نمیتاند. امی جوانای ما که جانایشان از دست میته، ماشی شهدا و معلولین پرداخته نشده، ماشی متقاعدین پرداخته نشده، 224 میلیون دلار چوری دسترخان ملی است. قضیه فساد کرونا آفتاب بوری روشن است که هیچ کس به او نپرداخت. برنامه دسترخان ملی با هیچ یک از واحدهای بودجوی از جمله واحد بودجوی سکتور وزارت مالیه هماهنگ نشده است. به همین دلیل بودجه این پروژه از واحدهای بودجوی کم شده که پروژه های آن در جای خود باقی مانده است. پروژه های حیاتی مردم افغانستان در ولایاتی که هر کدام از آنها برای شهروندان کشور از نان شب واجب تر است، به شمول پروژه های سرک سازی، پروژه های معارف و مکاتب، پروژه های شفاخانه های ولایتی و سایر پروژه های مهم و حیاتی. اعضای ولسی جرگه نیز با اکثریت آرا برنامه توزیع کمک تحت عنوان دسترخان ملی را رد کردند. وکلای محترمی که به این گزارش های موافق دارند، کارت سبز و مخالف کارت سرخ. گزارش کمیسیون گزارش مالی وزارت مالیه. واضح وکیل صاحب ها گفته شد که آیا این پول با دسترخان ملی میتین یا رد میکنین؟ رد. با اکثریت یارا با استثنای 4 کارت سب رد شد. ارگر ریاست جمهوری برنامه دسترخان ملی را در حال افتتاح کرده که تاکنون در مورد گزارش های فساد گسترده در توزیع کمک های اختصاصی برای مبارزه با کرونا وضاحت کامل ارائه نشده است. ارگی ریاست جمهوری با تاکید بر تکمیل شدن روند رهایی زندانیان گروه طالبان میگوید که دیگر بهانه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باقی نمانده است. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری می افزاید که تأمین صلح از اولویت های کاری حکومت است، اما گروه طالبان تا اکنون تعهد برای تأمین صلح نداشته است.
در پی سایر انتقادها از افزایش خشونت ها و حملات گروه طالبان در کشور، ارگ ریاست جمهوری نیز امروز طی نشستی از افزایش حملات به شدت انتقاد میکند. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری میگوید که تامین صلح از اولویت های کاری حکومت است، اما گروه طالبان تا کنون تعهد برای تامین ثبات در کشور نداشته است. به گفته وی، با آنکه گروه طالبان توافق نامه صلح با امریکا را به امضا رسانده و بر اساس آن باید خشونت ها را کاهش دهد، این گروه خشونت ها را بار دیگر افزایش داده است. در قسمت موقف طالبان، با تاسف مردم افغانستان تغییری را در موضع گیری و موقف طالبان هنوز مشاهده نکردند. من خدمت شما عرض کردم که روایت طالبان هنوز خشونت است، ادبیاتشان خشونت است، عملکردشان خشونت است و این باید تغییر کنه. این طرف که دولت افغانستان و جامعه جهانی است، ما تلاش داریم که همگام پیش بریم به خاطر ای که جنگ خاتمه پیدا بکنه و این فرصت را که امروز ما بر طالبان و ما با جامعه جهانی بر طالبان فراهم می‌سازیم، باعث شود که در افغانستان جنگ به پایان برسد. ارگ ریاست جمهوری همچنان با تاکید بر تکمیل شدن روند رهایی زندانیان گروه طالبان میگوید که دیگر بهانه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باقی نمانده است. سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید که نزدیک به 5000 زندانی گروه طالبان آزاد شده، اما این گروه خشونت ها را افزایش داده که افزایش این خشونت ها قابل قبول نمی باشد. و افزایش خشونت ها را از سوی گروه طالبان خلاف توافقنامه صلح امریکا با گروه طالبان می داند و می گوید که حکومت هیچ پیش شرط برای آغاز مذاکرات ندارد. سخنگوی رئیس جمهور بار دیگر از گروه طالبان می خواهد که از خشونت ها دست بردارد و از فرصت پیش آمده استفاده کند. هر یو پر طالبان دا غک کرده چی توتری خوالی و دروی. حتی حق غک چی بشر دوستانه آتش بس دی ملل متحد سرمنشی لخوا هم دوی بانی غک گسو دوی نمانی. نو مقصر دوی دی. پا هر کتاب دوی منگه مقصر کو او دوی دی باید تخپل زان اصلاح کی. طالبان تر اوسه ندی اصلاح سوی. دوی تخپل زان اصلاح کی سوله دی ومنی. این در حال است که در این اواخر خشونت ها از سوی گروه طالبان در بخشی از کشور افزایش یافته و در نتیجه آن تلفات سنگین نیز بر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان وارد شده است. با این حال برخی از اعضای ولسی جرگه با نگرانی شدید از افزایش ناامنی های سراسری می گویند که گروه طالبان با تجمع در میدان وردک قصد حمله به بخشی از کابل پایتخت را دارند. اعضای این مجلس تقرری های سلیقوی و مبهم بودن روند صلح را از دلایل عمده افزایش ناامنی ها می دانند. آنان هشدار می دهند در صورتی که توجه جدی به وضعیت امنیتی صورت نگیرد، بخش های از کشور به دست گروه طالبان سقوط خواهد کرد. اعضای ولسی جرگه در نشست فوق‌العاده روزی سه‌شنبه ایشان بار دیگر از افزایش ناامنی‌ها و حملات گروه طالبان به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. وکلای مردم در مجلس می‌گویند که با امضای توافقنامه صلح آمریکا با گروه طالبان روند صلح پیچیده شده و مخالفان مسلح دولت میزان خشونت‌ها را به جای کاهش افزایش دادند. برخی از اعضای این مجلس با اشاره بر ناامنی های سراسری می گویند که گروه طالبان با تجمع در میدان وردک قصد حمله بالای کابل را نیز دارند. دشمن در سایه قره‌باغ بالای پوسته امنیتی شهرهای کابل پروان حمله کرده، یعنی دشمن در دروازه های پایتخت رسیده. سروبی ناامن است، خاک جبار ناامن است، سایه کمپنی ناامن است. شبکه حقانی و طالبان در میدان وردک و لوگر تجمع یافته. یکی از اهداف از اونا کابل است، همچنان خود ولایات که مهم است. و در قبال این گزارش حکومت متاسفانه هیچ پلانی نداره، فقط گزارش دارند که در اینجا تجمع کرده. اعضای ولسی جرگه با اشاره بر افزایش ناامنی ها به ویژه جرایم جنایی و سرقت های مسلحانه در شهرها مسئولین امنیتی را به شدت مورد انتقاد گرفته و می گویند که به دلیل بی‌کفایتی قماندانان امنیه شهرها به شمول کابل پایتخت سرقت‌ها و جرایم بار دیگر اوج گرفته است.
آنان برخی از مسئولین امنیتی شهرها را به هماهنگی با سارقین مسلح متهم میکنند و میگویند که آنان در تامین امنیت شهرها ناکام و تنها به منافع شخصیشان میاندیشند. بالی تیوره غور شبانگام طالبان جنایتکار در قریه داخل میشوند و در اون قریه کلان اون قریه را به نام ارباب شاگل به همراه همسرش بیرون میکنند و در همون شب بدون پرسچون و بدون دلیل فقط به خاطری که تو دولتی هستی این شوهر و همسر را تیرباران میکنند. زمانی که این حادثه جنایتکارانه توسط صفاکان و دشمنان مردم افغانستان صورت میگیرد جناب رئیس، دختر نوجوان اون آدم به همراه کودک 12 ساله اش مجبور میشوند سلاح برمیدارند و در مقابل جنایتکاران و تروریستان به مبارزه میپردازند. 3 نفر از جنایتکاران را به قتل میرسانند و قمندانشان را زخمی میکنند. به می شکل بریم به رخصتی به معنی عزیز که مردم را یک بار دیگه فریب میدیم که گپ نیست، صلح را آمده نیست، در حالی که هیچ صلحی بر مردم افغانستان نمیه. با این همه آنان بار دیگر هشدار می‌دهد در صورتی که نتایج تلاش های صلح مشخص نشود و روند کنونی ادامه یابد، احتمال وقوع فجایع برخواسته از نامنی ها و سقوط برخی از مناطق کشور به دست مخالفان مسلح دولت وجود دارد. با گفته آنان مسئولین امنیتی به بهانه کاهش خشونت ها نسبت به گروه طالبان حمله نمی کنند، در حالی که گروه طالبان اراده برای تامین صلح ندارد و تا کنون عملی مؤثر برای برقرار صلح انجام نداده است. ناامنی را که در مملکت برای فعلا پیش آمده و بی‌کفایتی قماندان های امنیه ولایات است. رهبری نهادهای امنیتی در این زمینه توجه نکنه، نیمروز خیلی زود به نامترین ولایت افغانستان تبدیل میشه که وقت از دست حکومت هیچ چیز بر نمی آید. ولسوالی های ولایت بادغیس که فعلا در آتش جنگ می سوزد، ولسوالی بالامرغاب که از دیروز به تعداد 8 نفر از نیروهای امنیتی زخمی شدند که هنوز انتقال داده نشدند و انتقال داده نمی شود. وضعیت بسیار خراب است و در همچنان ولسوالی قادس که شب گذشته تعداد زیادی از نیروهای امنیتی ما به شهادت رسیدن و هر روز ما شاهد جنگ در ولسوالی ها هستیم. وضعیت بسیار نگران کننده هست. اگر وضعیت به این حالت ادامه پیدا بکند، خود ولایت بادغیس سقوط خواهد کرد. ناامنی ها و نگرانی ها از عواقب بعدی آن در حالی افزایش یافته است که ایالات متحده آمریکا چند ماه قبل توافقنامه صلح با گروه طالبان را در دوحه پایتخت قطر به امضا رساند و بر اساس آن گروه طالبان باید خشونت ها را کاهش داده و پس از تکمیلی روند رهایی زندانیانش مذاکرات بین الافغانی را آغاز کند. اما با گذشت چند ماه از امضای این توافقنامه خشونت ها به جای کاهش افزایش داشته و تلفات سنگین بر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان نیز وارد شده است. وزارت صحت عامه می گوید با آنکه شمار مراجعین به شفاخانه ها در مرکز و ولایات کاهش یافته است، اما هنوز هم خطری ویروس کرونا در برخی از ولایت های کشور سیر صعودی دارد. سخنگوی وزارت صحت عامه از مردم می‌خواهد که نسبت به تهدید ویروس کرونا بی‌پروا نباشند. با این حال بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته بیش از 100 رویداد ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. وزارت صحت عامه میگوید که در چند روز پسین شمار مراجعین به شفاخانه ها در مرکز و ولایات رو به کاهش است، اما سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که هنوز هم ویروس کرونا در برخی از ولایات های کشور سیر صعودی دارد و باید شهروندان کشور نسبت به تهدید این ویروس بی‌پروا نباشند. مسئولان وزارت صحت عامه از مردم خواست که به توصیه های صحی این وزارت توجه جدی نمایند. در غیر آن کشور گواه موج دوم ویروس کرونا خواهد بود. در عید قربان تماس ما و شما با حیوانات بیشتر میشه و وقتی که تماس یا نزدیکی ما با حیوانات بیشتر میشه باید متوجه یک ویروس دیگه باشه.